با درود به دوستان عزیز، ممنون که کانال ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب و لایک کنید. امروز میخوایم در رابطه با خواص شراب از زبان ابن سینا برای شما صحبت کنیم. ابن سینا در کتاب قانون خودش شراب رو برای سلامتی مفید برشمرده، تا اونجا که شراب رو نه تنها حرام بلکه در مواردی برای سلامتی جایز دونسته، تا اونجا که در شعری میگه شراب رو چه گنهگر که ابلهی نو شد، گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق، چو بو علی می ناب ارخوری حکیمانه، به حق حق که وجودت به حق شود ملحق، حلال گشت به فتوای عقل بر دانا، حرام گشت به فتوای شرع بر نادان. شراب ها انواع مختلفی دارند، از جمله شراب سفید، شراب سرخ، شراب شیرین و غلیظ. در اینجا به طور مختصر از هر کدوم از این شراب ها از زبان بو علی سینا برای شما صحبت میکنیم. شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سردرد نمی آورد و ممکن است به مناسبت رطوبت بخشی سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبکتر کند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز به ویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت 2 ساعت با هم آمیخته شوند همون کار را انجام میده. به گفته ابن سینا کسی که میخواد نیرومند بشه شراب شیرین و غلیظ براش توصیه میشه و از نظر ابن سینا نوشیدن شراب بر روی میوه به ویژه بر روی خربزه خوب نیستش. از نظر ابن سینا نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع بشه و این روش بهتر از نوشیدن شراب با پیمانه های بزرگتر هستش. از نظر ابن سینا هر چقدر عطر شراب بیشتر باشه مزه اون لذیذتر هستش. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن هستش. ابن سینا میگه شراب بلغم و صفرا رو کلن از بین میبره. ابن سینا در کتاب قانونش میگه کسی که سینه اش بیتوان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آن است که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آن را باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید. بو علی سینا میگه شراب کهنه را باید در رده های دارو قرار داد نه رده غذا. شراب نو برای کبد زیاد خوب نیستش و کبد را متورم میکنه. بهترین شراب شرابیه که نه کهنه باشه نه بسیار تازه، بلکه در میانه قرار گرفته باشه. شرابی که در واقع بوی خوبی داشته باشه و خوش‌طعم باشه و مزه اون یه چیزی بین ترش و شیرینی یعنی می خوش باشه. و از شراب قرمز میخواییم براتون صحبت کنیم. شراب قرمز از لخته شدن خون و افزایش چربی جلوگیری میکنه و منبع غنی از ترکیبات شیمیایی گیاهی هستش. برخی از محققان ادعا میکنن نوشیدن شراب سلامت قلب و عروق رو تسهیل میده و خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش میده. تحقیقات ثابت کرده که مواد موجود در شراب باعث کاهش رشد تومورهای سرطانی میشه و دانشمندان معتقدند در شراب آنتی اکسیدانی موجود هستش که برای شکلگیری سلولهای عصبی مفید هستش و میتونه در درمان برخی از بیماریهای عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون کمک کنه. و ابن سینا و سایر دانشمندان معتقدند در مصرف شراب نباید زیاده روی کرد و باید اون رو در حد تعادل استفاده کرد تا از اثرات سوء اون برای بدن جلوگیری کرد.
مصرف شراب برای خانم ها هم مفید هستش و برای مردان روزی حداکثر 2 استکان و برای خانم ها حداکثر 1 استکان توصیه میشه. کسانی که چاق هستن و فشار خون بالایی دارن و سکته مغزی کردن نباید شراب استفاده کنن. خیلی ممنون از اینکه ما رو با یه ویدیو دیگه همراهی کردید. لطفاً کانال یوتیوب ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا شما رو در جریان موضوعات بیشتری قرار بدیم. با تشکر.